البته خب ایشان بعید المنال بود، خیر انسان بتواند زیادیشون از زیارت کند آسان نبود، شاید هم شرایطشون ایجاب میکرد که بعید المنال باشد. خب پیرمردی بود که بنا باشد هر طلبه مثل من برد بیاد، خب برایشون ممکن نبود. ولی پدر من آمده بود از نجف، از تبریز، ایشون از ایشون دیدن کرد. بنا شد که ما بازدید بریم و تشکر کنیم. رفتیم بازدید و اتفاقا نشسته بودیم، دیدیم مرحوم آقای طباطبایی و آسد حسین قاضی آمدن اونجا. اینها آمده بودن تشکر کنن، چون یکی از بستگان اینها که طباطبایی بود، سید محمد رضای طباطبایی، آقا برای اون فاتحه گرفته بود، آمده بودن تشکر کنن. در همان موقع آقای مرحوم حاج احمد خادم ایشان وارد شد، گفت پسر عموی استابالحسن اصفهانی که رئیس بیمارستانهای روانی تهرانه با یک دکتر ارکرم سعودی خدمت شما میخوان برسن، اجازه میفرمایید؟ شون تأمل کرد، گفت بفرمایید بیان. ما هم دیدیم جلسه جلسه خوبیه، ما هم نشستیم دیگه. عرض کردم دکتر سعودی آمد با اون، عرض کردم پسر عمود استابالحسن. خب اون منتظر بود که صندلی باشه، رو صندلی بنشینید، هیچ جا صندلی نیست. بنده خدا عرض کردم خدمتتون که ما ها میگیم چون باطمه هم تا را نشست نتونست خلاصه مثل ما ها پاها را خم کنیم. مرحوم پسر عمود استابالحسن گفت آقا امسال یه کنگره در هر کلم خدمتون که در استانبول، در آنکارا، در باره مواد الکلی هست، علما و دانشمندان جهان در اونجا جمع شدن در این باره بحث کنن، ایشون آمده ان از شما بپرسن نظر اسلام در باره مواد الکلی چیست. تا این را گفت به قول امروزی ها قلب من هرت رفت، دم آقا میخواد چه جواب بگه؟ اگر بخواد ضررهای بهداشتی و ضررهای طبی را بگد، اینا استادن. خدا همیشه ملهم الحقایق علا قلوب اولیائه از آنها بود. در دو کلمه جواب گفت، چهره اون دکتر باز شد، گفت امتیاز انسان با عقل است و خمر و الکل ضد عقل است. خیلی خوشحال شد، خیلی دیگه اصلا همینجا من دیدم خیلی قانع شد. سؤال دیگر کرد، گفت که خب زیادش ضد عقل است، اما یه قاشق کوچه که ضد عقل است. ابدا میگفت اون پسر عموی استابالحسن ترجمه میکرد، شو گفت انسان زیاده طلب است، اگر یه قاشق را اجازه بدن کم، فردا دو برابر، سه برابر، چهار برابر، بعدن میشه بعد یک عرق خورد. خیلی دکتر با همین دو کلمه خوشحال شد، گفت آقا ما باید پیام شما را در آنکارا بخوانیم، شما یه پیامی بنویسید من ببرم. یه نگاهی به همین اتاق کرد و چشمش به آقای طباطبایی افتاد. خدا شاهده این عین عبارت، گفت آقای آسد محمد حسین طباطبایی تبریزی از علمای اسلامن، تفسیری دارن، ایشون میتوانند در این موضوع بنویسند و بفرستند و بخوانند. اتفاقا مرحوم طباطبایی هم مفصلا نوشت و خدمت آقا ارائه کردند و فرستادن در آنکارا قرائت شد. این چیزی که من از نزدیک دیدم. این بار دیگر هم خدمتشون بودیم، آقای حاج احمد آمد، گفت آقای آسد ابوالعلا آمده است، فرزند مرحوم دارچه‌ای. تا پسر آسد ابوالعلا آمد، آقا تمام قامت بلند شد. چرا؟ پسر استادش بود. اما آقا از استادش صحبت کرد. اولا گفت آقازاده ها از اسمشون پیداست که آقازاده هستن، آسد ابوالعلا یا آسد ابوالعلا، همین اسم معلوم است که این آقا آقازاده است، آدم عادی نیست. بعد از استادشون مبالغی صحبت کردن. یکی از این صحبت ها این بود که میگفت تمام سال تدریس میکرد، حتی در ایام عید نوروز
مقید بود که تدریس کند. من رفتم دیدم ایشون آمده است اما کسی نیامده الا من. خیلی مقید بود که تدریس کند و تعطیل نکنه. من میدیدم گاهی که برف آمده بود ماها عقب دیر میکردیم، ایشون زودتر از ما آمده بود و بالا منبر. خیلی مقید بود که درس را سر وقت بیاد، اگر نمی آمد یک گرفتاری براش پیش می آمد. حتی یکی از بزرگان تهران دیگه اسمش نمی برم، بی موقع آمده بود دیدن ایشان، که همون موقع که باید ایشون بگد درس، ایشون پیغام داد که این کار بنده مثل کار شماست در رادیو، همینطور که اون وقت معین داره، یعنی آقای راشد من وقت معینه، بعدن وقت دیگر بیایید. خیلی مقید به نظم بود، خیلی مخالف سیگار و دخانیات بود. یه روز آمد بالا سر دید خیلی دود است و گفت آقا یعنی به مقدار یک خردد فایده ندارد، این را ترک کنید شما. غالباً هم هنگامی که نصیحت میکرد این آیه را میخوان. عرض کردم خدمتتون که آیه که در سوره مبارکه اسراء هست، عرض کردم خدمتتون که یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید، این آیه را میخوند و عرض کردم گاهی هم اشک در چشمانش حلقه میزد. احترامی که آقای خمینی رحمت الله از آقای برجده میکرد بی نظیر بود. من یه نمونه عرض میکنم، در سال 1331 اختلافی بود در قم، ادهی میخواستن آقای تولیت، ادهی میگفتن آقای رضوی، خیلی قم شلوغ بود. ما هم درس من در مسجد از کرم محمدی بود، نه این محمدی که ما دیده بودیم، نه قبل از این، نه شاگرد ایشان داشت به نام عرض کردم خدمتتون که آقای نوراللهی، آشخص الله نوراللهی، گفت حاج آقا تکلیف مردم را روشن کنی، این اختلاف برداشته بشه. گفت آشخص الله من الان وظیفه غیر از درس گفتن ندارم. یعنی چه؟ یعنی این وظیفه مربوط به آغاز، من در موقع حرف نمیزنم. خیلی زمانیشون رعایت میکرد که کوچکترین کاری که مربوط به آغاز ایشون مذاکره کنه.